درود و سلام به شنوندگان عزیز رادیو کردانه. در خدمت آقای مهدی گنجبخش، یکی از کردهای کرمانج خراسان هستیم. در رابطه با شرایطی که برای او و به او تحمیل شده است در طول سالهای گذشته، مصاحبه کوتاهی با او داریم که توجه شما را به این مصاحبه جلب. آقای گنجبخش، قبل از این که به سوالات در رابطه با شرایط و وضعیت شما و خانوادتون بپردازیم، اگر میتونید در رابطه با خودتون و کارهای خودتون کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید. بله، عرض ادب و احترام ارادت دارم به تمام مخصوصا کردزبان ها نازنین در سراسر دنیا، به تمام آزادی خواهان و آزادی اندیشان در سراسر دنیا، و درود به شما مجری محترم به صدا رادیوی کردانه. بنده مهدی گنجبخش، متولد 1347 از روستایی به نام لاین از توابع کلات نازرت در شمال شرق ایران و در خراسان رضوی در شمالی. سال هاست از سال 80 کارهای فرنگی رو دوتار میزنم، میخونم، کارهای فرنگی انجام میدم در شمال خراسان و شعر، گاهن شعر میگویم، موسیقی دوتار میزنم و خوانندگی رو تقریبا برای دل خودم و برای احیای فرهنگ، برای یک زبان، برای یک هویت، برای ملت کرد شما رو خراسان انجام میدم و در خدمت شما هستم. آقای گنجبخش، متاسفانه باید بگم دولت جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای شما مشکلاتی به وجود آورده و چند بار شما حتی دستگیر شدی، به زندان افتادی. میتونید بگین که از کی این مشکلات برای شما و خانوادتون به وجود اومده و چند بار دستگیر شدید؟ بله، بنده در سال 1390، البته پیش از اینکه رسما احضار بشم به اثر وزارت اطلاعات به دادگاه، چندین بار احضار شدم و در حد یک دو ساعت صحبت هایی شده و اومدم، ولی در 18-8 یا 18-9-1390 در محل کارم در واقع توسط سه نفر و نیروی امنیتی با حکم دادگاه انقلاب مشهد دستگیر شدم و روانه سلول انفرادی در وزارت اطلاعات در مشهد مونده دو ماه در اونها بازداشت بودم. بماند که بالاخره چه شرایطی اونجا بود. بعد از دو ماه تحت سند آزاد شدم. 200 میلیون تومان سند گذاشتیم. در سوم خرداد 1391 دادگاهی مجددا شدم و یک سال حکم زندان به بدای 5 سال تعلیق، ولی در این حکمی که برای من داده شرایط خاص گذاشته. برای مثال این بود که من 200 هزار تومان در حد قبلا در هر شرایطی در حکم به صورت برای دادگاه یا شخصی یا هر شرایطی 200 هزار تومان را گوشیدم، به این یک سال میشیدم. این گذاشت و از مدرسه درگیری که من از به محل کارم بگیشتم، ولی چون مدیر کارخانه شرکت من کرد بودن، همزمان بودن، دوست بودن، ما را تحمل کردم. ولی متاسفانه بعد از اینکه ایشان بازنشسته، من در واقع اخراج شدم از محل کارم. مدیر جدید که اومدن تحمل نتونستن تحمل کنن و منو اخراج کردن. مجبور شدم چون من بیکار شدم از کار، از زندگی گذشته گذاشتم، رفتم به روستای محل سوالان. دو سال در اونجا شاوازی کردم، یک سال کنن سیل به ایران کرد. سال 1996 بود کنن سیل اومد تمام منطقه رو کنن به ایران کرد. سال دوم کشاورزی بعد که در واقع زمین سپاری بداشتیم، اونم خوشحالیش از چیزی به چی نیومد. و دیدن یکی از شاعران نویسندگان کرد خراسانی در واقع یه شب شیر گذاشتن، بعد دجوی از کسانی که آسیب دیده بیان در این سی. بعد این آقا بعض مدتی به دادگاه احضار شد و محکوم شده به اتهام توهین به قاضی، در واقع به 74 ضرب شلاق محکوم. من به حمایت از این در واقع شاعر نویسنده نامه‌ای رو در فضای مجازی نشستم که بعد از یه هفته در واقع به دادگاه احضار شدم. بار اول که به دادگاه رفتم گفتن که حالا برو بعد خبرت بدیم، جایی نری، جایی باشی، ما در منطقه باشی که بهت خبر بدیم. 10 روز بعد مجددا منو به دادگاه احضار کردیم. من مستقیم منو فرستادن به شیداد، زندان وکیل‌آباد. 10 روز در زندان وکیل‌آباد با سند و با وکالت یه نفر کارمند رسمی در واقع از زندان آزاد شدم. و در طول این یک سال که تقریبا از آخر خرداد ماه سال گذشته تا الان تقریبا یک سال میشه، 3 تا 4 مرحله مجددا به دادگاه احضار شدم برای تحقیقات این چیزا. آخرین مرحله دادگاه در واقع 28/2 هست، در واقع این هفته شده، یه هفته دیگه. پرونده من رو در واقع تقسیم کردن به دو بخش.
یه بخشش به اتهام نشر اخوزی و تشویش از آن عمومی و یه بخشش به دادگاه انقلاب اون دادگاه کیفری بود، کیفری ازدوی کرد و بخش دیگرش دادن به دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و رهبری از این چیزا. بیسرشم آخرین دادگاه ایم است و از سال 94 که حالا من از کارم در واقع بیکار شدم، کاملا بیکار و درآمدی در واقع هیچ درآمدی ندارم، تنها درآمدی من یارانه ایش که از دولت میگیرم، پولی هم ندارم وکیل بگیرم، بیماری که در فاصله که در زندان اون زمانی که در سلول انفرادی سال 90 بیماری گرفتم، بیماری تدیابت گرفتم، با 120 کیلو وزن در واقع به این زندان رفتم و از اونجا با 70 کیلو با بیماری دیابت که هم خودم مریض شدم، هم خانواده در اثر فشارهای روحی روانی مریض شدم، بچه یک دو سالی که دارم، شرایط زندگی رو شدیداً برای من سخت و دشوار کرده، نه کاری هست، نه باری هست، نه زندگی هست، نه درآمدی هست، هیچی نیست، دائم ویران سرگردان از روستا به شهر اشهر و بروسا و هیچ درآمدی هم ندارم. آرزو دارم که انشاءالله دوستان من در سازمان‌های مختلف این صدای ما رو بشنوه، به دادم برسه، ما این خانواده رو از این نگرانی و در واقع این نابودی رها کنه انشاءالله. آقای گنج شما ببین، من تا اونجایی که در سوشیال میدیا نگاه کردم شما بیشتر کارهای فرهنگی انجام میدید، ولی رژیم تلاش کرده که با توجه به چیزهایی که در میدیا هست شما را وابسته به یک گروه در واقع کرد پژواک کنه. آیا در دادگاه این مسائل با شما مطرح میشده و این مسئله چجوری اتفاق افتاده؟ واقعیتش اینه که من بیشتر کارهای فرهنگی و ملت کرد شمال خراسان انجام میدم. این که ما را به اصطلاح وصل کردن به پکاکو و پژواک و این چیزا، این یه چیز واقعیتی نیست. در واقع ما هزار کیلومتر فاصله داریم از غرب کشور، بر کنیم کردیم اینجا برای کارهای فرهنگی بوده، برای ملت کرد بوده، برای درخواست تلویزیون رادیویی روزنامه ای، حتی تدریس در چی در مدارس به زبان کردی بوده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. و اینکه منو ربط دادن به اون گروه های دختر، واقعیت اصلا نداره، هیچ ارتباطی با اونو ندارم، واقعیتش با غرب کشور، با کادر غرب کشور، با گروه های مختلف، فقط صرفا کار من فرهنگی بوده، کار فرهنگی بوده برای کردهای خراسان. ناگفته نمونم در سال 90 که در واقع من چی شدم، زندانی شدم، به دادگاه ایزار شدم زندانی و بعد من دادگاه به تمام تبلیغ علیه نظام به نبع گروه پکاکا. دسته که من کارم اینجا کار فرهنگی بوده، خیلی فاصله دارم از این چیزا قدرش هنوز. کار منم در ازم خوانندگی فقط احیای فرهنگ و کردی در شما خراسان بوده، شناخت ملت کرد به تاریخش، به تمدنش، به فرهنگش، به شعر و موسیقی و گذر زمانی که در این شمال خراسان مرزداری کردن، مرزبان بودن، شهید دادن برای دفاع این مرز، فقط همین. آقای گنجبخش، یعنی در واقع اگر ما بخوایم خیلی رک و پوسکنده با هم حرف بزنیم، جمهوری اسلامی مخالفت خودشو با کارهای تو، چون تو الان تلاش میکنید که مردم و کرمانج خراسان را با در واقع ریشه های خودشون آشنا کنی، با فرهنگ خودشون، با موسیقی خودشون، با زبان خودشون، و اونها از این مسئله بیزارن و میخوان به هر صورتی شده شما را تنبیه کنن، یعنی اینجوریه واقعی؟ دقیقا همینه. متاسفانه بنگه هایی رو میزنن به کرده خراسان. اما شاعری داریم، عارفی داریم به نام جعفرخواهی، همایش خودجوش درست شد، مردم در طول یک دو سه سال از 5000 به 10000، 10000 20000 رسیدن. متاسفانه آهنگ تجزیه طلب این چیزها رو زدن و این همایش هایی که در واقع مربوط خود همین ملت کرد خراسان بوده از ما گرفتن. من کارم هم بیشتر کار فرهنگیه برای فقط همین ملت کرد خراسان. امیدوارم انشاءالله جانم. الان ببین، طبق اطلاعاتی که من دارم در همین یا این هفته است یا فردا شما دوباره باید به دادگاه مراجعه کنید، درسته؟ جان بله، من 28/2، یعنی در وقت یه هفته که باید من به دادگاه مراجعه کنم. دو پرونده است، هم کیفرین هم در واقع انقلاب، دادگاه انقلاب، دو پرونده است، ولی هر دو در یک شعبه، در یک دادگاه، در دادگاه شهرستان کلات ناظر است. بله، یعنی بازم به همون تهمت ها و همون اتهامات واهی که قبلا در رابطه با تجزیه طلبی، در رابطه با مسائل دیگه زدن، میخوان همون دوباره بررسی کنن؟
دقیقا همون اتهام و نشر اکاذیب و تشویش از حال عمومی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات از این چیزاست. موضوع پرونده من در واقع اینه. نگفته نه من نمیتونم وکیلی هم بگیرم چون یک ریال درآمد من ندارم. تمام درآمد من در این ایران که در پنهای از خیان و سزه بگذاره فقط 235,000 تومان که یارانه که 5 نفر هستیم. در واقع سوال شما و در واقع ندای شما به همه انسانهای آزادی خواه چه در داخل و چه در خارج اینه که این وضعیت من یک در واقع فعال مدنی فرهنگی کرد کرمانج خراسان هستم و به کمک نیاز دارم و در واقع پیام شما به همه وکلای آزاد داخلم اینه که اگر کسی بتونه از شما دفاع کنه با توجه به این که شما توانایی مالی هم ندارید، این پیام هم داری یا نداری؟ دقیقا همینه. گفتم که من 5-6 سال کوچیک در این درآمدی ندارم. خودم بیماری دیابت دارم که انسولین ترزیم، خانم بیماری داره، فرزندی دارم 3 ساله و هیچ توانایی مالی برای گرفتن یک وکیل رو ندارم. من ندای من فریاد من هستم به تمام آزادی خانه و آزادنی شده که چه در داخل و چه داخل به فریادم برسن من از این ویرانی و نابودی بگیرن. خواهش می‌کنم اگر کسی در توان هر کی هست است چه در ایران چه در خارج رسن دست منو بگیره و این خانواده را از این نابودی و ایران نجات بده ان شاء الله. کارهایی که شما کردی در رابطه با کارهای فرهنگی و کارهای هنری میتونی یه کمی در رابطه با اون کارهایی که انجام دادی که این رژیم اینقدر از اینها نگرانه بیان کنی؟ واقعیت من کار موسیقی و خوانندگی رو انجام میدم. کار نیست خدا نکرده مثلا برخلاف نظر این نظام باشه، ولی متاسفانه جاشایی هستن در بین خود همین مدن نگران از این که مردم کرد خراسان به فرهنگشون آگاه بشن، به تاریخشون، به موسیقیشون، به گذشتهشون آشنا بشن. نگران اجازه میکنن مثلا اگر کرد اینجا تلویزیون داشته باشه یا رادیو داشته یا اگر به تاریخش آشنا بشه شاید خطری داشته باشه برای این نظام. درسته که اصلا اینطور نیست. همه کردهای خراسان فقط برای در واقع به هویتشون برسن، به هویتشون افتخار کنه، به تاریخ و گذشتشون افتخار کنه، کارهای فرهنگی انجام بده. همین است و بس. هیچ چیز دیگه در کار نیست. تجزیه طلبی و نظام حمایت از گروه‌های مختلف در خارج از ایران این حرفای هیچ کدوم از این نیست. فقط کارهای فرهنگی ملت خودشون انجام میدن. میتونی یکی از اون نغمه‌هایی که در واقع با تمام وجود احساس می‌کنید و با دوتارت می‌زنید اگر حضور ذهن داری یکی هم از اون نغمه ها برای شنوندگان ما بخونید و بیان کنید؟ 100% هست، ولی الان در واقع سازم آماده نیست، ولی همچنان کلامی میتونم برای بفرما در خدمتم. اینا در واقع چیزی که میخونه اسمش لوی، یعنی فریاد مردانه که عمری را در گذر زمان در واقع سینه به سینه همراه با کوه و در واقع تربه های سربه پرشی شمال خراسان برای مرزداری از خراسان و مملکت در واقع مرزداری کردم. آخید علی الا خفا علا خفا علا علا خفا علا آخید علی الا خفا علا خفا علا چنوری بلند خودی بجن بالا رونی چیل چینگی چیای های و شمالا بزن این ساعت خبالیم لو برین جت دورم دست و دانم لیلو و لاتا و لاتا لیلو و لاتا تزانی از زبین دارتم از قرین و زاره که سیبیتم از لاشکینا قانب گرد و این دور جزمانی تم لیلو و لاتا واخ ساعت را بمرم هرایه. اینم یه بخش از این، یه در واقع یه منیس. اگه فرصت که از زمانی هست که ادامه بده بفرما در خدمتم. بفرما آخین علی رو خبالا خبالا وقتی علی رو خبالا ولا تا چم از نکم سات شعران بریجم چم از نکم سات حسر بریجم چم از ودنگی خکبران نهیجم چم از جوانم ولی کیر پاهالم چم از جوانم ولی پیر کهالم ولیلا ولا چبا بخشین جتت دورم دست ولا تم هرایه ولیلا ولا تا تزانی از زبین دارت همه از قرین و زاره که سویت همه از لاشینا قانات گره دوی دور جازمانی تم لیلا ولا تا
وقت ساعت را بم بم هرایه وقت علی رو خبالا خبالا لیلا و نوتا لیلا خبالا آخی علی رو خبالا خبالا دل من ده ساتنگ ساتت ده ساده سر من حواتنگ مالاک بخاتمه بهاته ولی حیف لاشینا شست بحالم لبورین جت دورم دست و تالم لیلا و لا تا حوالا و لیلا و لا تا تزانی از عاشقت همی از خجا و قمنگیز خزان یتیمت همی از فرمیسکا چویب دوی شهیدت همی از لاشینا خاند گرد و هیدور جزمانیت همی و خیصات را بمران و لا تا خرایه الو دنگت خوش، همیشه شاد بودید، همیشه سالم و سرحال بودید، سالم و سربر بودید. کاک مهدی صدات بسیار زیبا، صدات در واقع قسمتی از درد و رنج ملتی است که سالهای سال در واقع زیر ظلم و ستم بوده و به حق و حقوقش نرسیده. بحث بر سر اینه، من نمیدونم این شعر و این آهنگ و این کار فرهنگی تو چه ربطی به مسئله تشویش اذهان عمومی داره؟ میتونید برامون بگین که جریان چیه؟ یعنی وقتی که مردم در واقع به ترانه های شما، به کارهای فرهنگی شما گوش میدن، چرا اونها ناراحت میشن؟ علتش چیه؟ در واقع دقیق نمیدونم، ولی میدونم که متاسفانه میگم که در واقع جاشایی هستن در بین خود همین ملت ما، متاسفانه اینا این در واقع خباتها، این خباتی فعالیت‌های فرنگی رو واسه میکنم جاهای دیگه، در صورت که هر چی هست برای خود همین ملت است، برای همین قوم است، برای همین انسانهایی که سالیان سال در واقع از مرکزشون دور شدن و اونجا مرزدار بودن، مرزدار شدن، در واقع همشون در هر کدوم از این خانواده در واقع یک شهید برای مرزداری و سربلندی مملکت دادم، ولی نگرانم، نمیدونم برای چی. اگر مقایسه کرد با وضعیت کردهای کرمانج و خراسان با مثلا قبل از انقلاب و اوائل انقلاب، الان مردم و کرد کرمانج و خراسان در رابطه با مسئله هویت چجوری فکر میکنن؟ البته به نظر من کنن نظام هایی که در ایران چی بودن، در ایران حاکم بودن، حالا پادشاهی قبلا بوده و الان اسلامی، هیچ کدوم حق این ملت کرد که با شایسته و لیاقتشون دارن رو بهش ندادن. در تمام حکومت ها فشارها بر روی ملت کرد همیشه بوده، در طول زمان، در طول زمانی که به اصطلاح حکومت های مختلف اومدن در ایران حاکم بودن، ستم رو روا داشتن بر ملت کرد. در خراسان در حکومت فیلسوف، حکومت گذشته خیلی یادم نیست، در خراسان در به اصطلاح حکومت فعلی تقریبا قبلا رادیو داشتیم، یک ساعت یک ساعت اومد به نیم ساعت، نیم ساعت اومد به یک دقیقه و یک ربع، اونم تقریبا تعطیل شد، تلویزیون نداریم. روزنامه‌های کردی داشتیم که در زمان دولت آقای خاتمی بود، اون هم تعطیل شدن کلا. هر چه به این ورتر اومدیم، به این ور رسیدیم، کمتر و کمتر شد. هیچ وقت به حق ما، حقمون که در واقع 2 میلیون کردی نرسیدیم، اون حق فرهنگی ما، برای حق هویتی ما نرسیدیم در شمال خراسان. پیامت برای تمام آزادی خواهان و کسایی که دلشون برای حقوق انسان‌ها می‌سوزه، چه در داخل و چه در خارج، در رابطه با خودتون، خانوادت و مردم کرد کرمانج خراسان چی؟ قبلا هم گفتم و بازم تکرار کنم، با 25 سال سابقه و بیمه از کار اخراج شدم، 5 سال که بیکار شدم، با من چون بیمار شدم از کار افتادگی دارم، همسر و خانواده هم مریض، فرزندی 2-3 ساله دارم، هیچ درآمدی ندارم، تنها دارم من قبلا هم خدمت شما گفتم 235 تومن پول یانه‌ای که میگیرم. به تمام آزادی خوان آزادیشون چه داخل در خارج، دست منو بگیره، منو از این نابودی، از این ویرانی نجات ده. و اگر چون شما بخواد وکیل میگم یک ریال پول ندارم، قبلا به قاضی گفتم یک ریال پول برای گرفتن وکیل ندارم، یا برای من وکیل بگیرین، یا من بالاخره با جای دیگه باید بگیرید کاری بشه برای این بکار من، تن بچون تخصصی در قم مسائل حقوقی که ندارم بیام از دادگاه شما دفاع کنم، گفتم یا برای من باید وکیل بگیرین، یا باید پول من بده که من برم وکیل میگم. متاسفانه نه وکیل من نمیگیرم، پولم به واده که من وکیل هم. من خواهش میکنم از اساسا تمام کسان آزادانیش، آزادی خواه در این رابطه، دست این خانواده که رو به بیرون هستن بگیرن لطفا. امیدوارم که با توجه به اینکه این برنامه پخش میشه و در خدمت همگان قرار میگیره، انسانهایی چه در داخل و چه در خارج باشن که بتونن با شما تماس بگیرن. من از طرف شما این
اجازه را دارم اگه کسی تماس گرفت و شماره تماس شما به اون بدم یا نه؟ 100% حتما این کار رو بکنید، حتما این کار رو کنید. چه ما خانواده 5 نفره کوچیکترین درآمدی و به روبه نابودیم، حتما این کار رو بکنید، چه در داخل چه بر خارج، بتونه دست منو بگیره، با من همراه باشه، وکیل بشه در این دادگاه، بچه بتونم هزینه ای بدن که من بتونم زندگی مارده، حتما این کار رو بکنم. میتونه شما شماره منو به هر کی که این انسانیت، این کار انسانی را، این همراهی یا این در واقع رسالت انسانیت خوشنشان با تشکر از شما و آرزوی سلامتی برای شما و خانوادتون و امیدوارم که تمام آزادی خواهانی که این صدا را میشنوند به کمک بشتافن و کمک کنن. آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما و ملت کرد در چهارپارچه کردستان در سراسر ایران و بخصوص مردم شجاع کرد کرمانج خراسانو دارم. بنده هم از شما سپاسگزارم، از شما و تمام اموال محترم رادیو کردانه. انشاءالله که در راه این، در راهی که قدم گذاشتین، این روحی بزرگی که قدم گذاشتین، تا تمام انسانها به آزادی کامل برسن، تا به حق حقوقات شمزه، خدا پشت پناه شما باشه و سپاسگزارم از شما که این وقت رو گذاشتین تا من درد دل خودم و یک خانواده روبه به ایرانی را به شما با شما و مردم آزادی طلب و آزادی خواه سراسر دنیا در واقع در گفتگو بذارم. سپاسگزارم از شما جناب اسکندری مجری محترم روزنامه کردانی عزیز. خواهش میکنم، قربان شما، روز خوبی براتون آرزو دارم. درود بر شما، شما روز خوبی داشته باشین با تمام اوان محترم برنامه.